سلام، خوش اومدین به 70مین شماره از سرخابی ترانسفر. امروز یک شنبه 16 مرداد ماه آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور میکنیم. لوکادیا از پرسپولیس دور شد. اختلاف مالی پرسپولیس و مهاجم مد نظر یحیی. یورگن لوکادیا، مهاجم هلندی مد نظر باشگاه پرسپولیس، با درخواست مالی بالاش توافقات طرفین را به بن‌بست رسوند. ظاهراً تمام اختلاف پرسپولیس و لوکادیا بر سر $300,000 آپشن بوده، نه اصل قرارداد. در واقع اگر لوکادیا در طول فصل با عملکرد درخشان خود آپشن‌های قراردادش رو فعال می‌کرد، پرسپولیس علاوه بر رقم اصلی که شنیده میشه حدود $800,000، باید $300,000 دیگه هم به این مهاجم می‌پرداخت. موضوعی که مورد موافقت پرسپولیس قرار نگرفت. یک برزیلی جانشین احتمالی لوکادیا در پرسپولیس. بعد از اختلافات مالی بین یورگن لوکادیا و باشگاه پرسپولیس، حالا شنیده میشه آلیسون سافیرای برزیلی که در تیم بلننزس پرتغال توپ میزنه، اخیراً توسط چند ایجنت و واسطه به سرخپوشان پیشنهاد شده. ظاهراً مذاکرات به صورت جدی بین طرفین کلید خورده و توافق اولیه هم با این بازیکن به دست اومده. سافیرا که 27 سال سن داره، ارزش تقریبیش در سایت ترانسفر مارکت $400,000 برآورده شده. این مهاجم موفق شده در فصل گذشته طی 24 بازی از لیگ برتر پرتغال 7 بار گلزنی کنه. مهرداد محمدی گزینه داخلی سرخپوشان برای خط حمله. با توجه به تعدد مهاجمان قطری و حضور احتمالی عمر السما در العربی قطر، شانس کمی برای موندن مهرداد محمدی در این تیم وجود داره. همین عامل باعث شده تا باشگاه پرسپولیس که به دنبال خرید مهاجمه، مذاکرات ابتدایی خود رو با ستاره ایرانی آغاز کنه. این بازیکن چپا که قادر به ایفای نقش در نوک حمله و وینگر چپ و راسته، ارتباط بسیار صمیمانه‌ای هم با مهدی ترابی، ستاره سرخپوشان تهرانی داره. البته روزنامه استاد دوحه قطر مدعی شده که جدایی محمدی از العربی صحت نداره و عمر السما جانشین بوپندزا خواهد شد. شرط مهم یحیی برای جدایی تمیروف. شرزو تمیروف با وجود قرارداد با پرسپولیس آینده نامشخصی در اردوگاه سرخ داره و علارغم شرکت در تمرینات، مشخص نیست فصل بعد هم در پرسپولیس توپ خواهد زد یا خیر. این بازیکن ازبک که پیشنهاد چند تیم لیگ برتری رو پیش روی خود می‌بینه، منتظر اعلام نظر نهایی یحیی گل محمدی است. سرمربی پرسپولیس هم تنها در صورتی اجازه خروج به تمیروف خواهد داد که باشگاه پرسپولیس حداقل یک مهاجم قابل اتکا به خدمت بگیره. شارلووا بلیت حضور محبی در استقلال. باشگاه استقلال به دنبال اونه که از طریق انتقال قرضی محمد محبی با یک تیر دو نشون بزنه. همونطور که میدونید، باشگاه شارلووا تونسته با فعال سازی بند فسخ $250,000 حسین زاده با این بازیکن به توافق اولیه برسه. اما مشکلات تحریم و مسائل دیگه باعث شده تا این مبلغ به حساب آبی ها واریز نشه. به همین دلیل مدیران استقلال برای جلوگیری از برهم خوردن این انتقال به دنبال مذاکره با باشگاه شارلووا هستند و تلاش می‌کنند باشگاه بلژیکی به جای استقلال پول خرید حسین زاده رو به حساب سانتا کلارا واریز کنه. تلاش بردیف برای جذب مهاجم خارجی. از تراکتور خبر میرسه که بعد از جذب 3 بازیکن خارجی، این باشگاه سهمیه 4 رو هم به پست مهاجم اختصاص داده، جایی که طی سالهای اخیر خارجی‌های مطرحی در اون ایفای نقش کردند. بر همین اساس بردیف در اردوی ترکیه چند مهاجم را زیر نظر گرفته، اما به جمع‌بندی لازم در مورد جذب اونها نرسیده. بررسی چند گزینه بعدی و انتخاب یک مورد از بین اونها برنامه نهایی تراکتور در مارکت تابستانی است و اگه اتفاق خاصی رخ نده، پیش از شروع فصل یک فوروارد خارجی راهی تبریز خواهد شد.